موضوع مهاجرین افغان، برای طبق آمار آژانس فرهنگان سازمان ملل حدود 5 میلیون افغانی داخل ایران وجود دارد. این طبق آمار رسمیه، قطعا آمار بیشتر از اینه، اما خب این موضوع خطرات اجتماعی به وجود آورده با توجه به اینکه اغلب این مهاجرین سوابق نظامی دارند. خواستم ببینم که موضوع مجلس چی، آیا شما توضیح دارید در رابطه با این موضوع؟ ببینید، تا اونجایی که من اطلاع دارم اغلب همکاران ما در مرکز در واقع دنبال این هستن که اینا سازماندهی بشن، یعنی تو همه کشورها بعض اطوار خارجی در کشور یک موضوع امنیت ملی هست، ذات پذیرش آوارگان نیست، یعنی وقت زمان جنگ هست خب شرایط خاصی پیش میاد، یه تعدادی از کشور همسایه میان در یک کشور دیگه خدمت شما هستن میمونن و بعد از مدتی هم به تدریج برمیگردن، ولی اگر تعداد اینها بیش از حد در واقع واقعی باشه و بیش از حد انتظار باشه و رسوب کنن در جامعه و بمونن و خدمت شما عرض بکنم که ظرفیت هایی که در کشور وجود داره رو در بخش زیادی اشغال بکنن که متاسفانه این موضوع در خیلی از موارد رخ داده، این آسیب امنیت ملی هست. در کشور ما هم رقم قابل توجهی هم تعدادی که از اتاق فرمودید 5 میلیون نفر در حده، اگر این هست که حالا یه بخششون عراقی ها هستن که بخششون اتباع دیگه هستن، ولی غالبش اتباع افغان هستن. خب اینها خدمت شما عرض می‌کنم غالبا هم کسانی هستن که در بخش کارگری و بخش‌های خدمتشون پایین دست جامعه دارن کار میکنن و عرض بکنم که الان سیاستی که دولت و مجموعه در پیش گرفته این هست که برای کسانی که میخوان بیان داخل از اتباع افغان حتما شرایطی داشته باشن مثلا بتونن بیان سرمایه گذاری بکنن در کشور ما، چون اتباعی که در کشور میان و کسانی هستن که غالبا لحاظ تحصیلات به لحاظ خدمت شما عرض کنم که سرمایه در اصلا قابل قیاس نیستن و چیزی ندارن، عملا از برای هزینه ایجاد میکنن برای کشور به جایی که سودی برای کشور داشته باشن، در بین اینها طبیعتا افرادی هم هستن که سرمایه دارن یا دانش کافی داشت. شما الان اروپا مثلا فرض کنید وقتی که کسی رو جذب میکنه، کشورها خصوصا اروپا غربی فرض کنید حالا سوئیس که من بودم یا کشورهای دیگه که تو منطقه اروپا غربی هستن، بیشتر دنبال جذب نخبگانی هستن، اون نخبه رو بیش از چند میلیارد دلار برای خودشون ارزش داره، ممکن این تحلیل رو در اونجا ایجاد بکنه که اقتصاد کشور رو متحول بکنه. لذا در واقع ساماندهی و سازماندهی افراد یک اولویت ملی هست برای همه اتباع کشور. یک موضوع هم بحث ورود قاچاق اینها هست که طبیعتا باید به در کشور و مجموعه های زیرفت که مسئولیت این موضوع رو دارن مراقبت بکنن که به صورت قاچاق اتباع خارج وارد کشور نشن، که در واقع یاد ببینیم مثلا بعضی از نقاط کشور حتی در تهران الان در واقع پوششی که اونجا وجود داره و تراکمی که وجود داره در بند جمعیتی برخی جاها خدمت شما اتباع خارجی بیشتر از اتباع ایرانی هستن و اینها خیلی آسیب میزنه. درست زد و وزیر آموزش پرورش هم گفتن توی سرنظری مجلس گفتن که 600 هزار دانش آموز افغانی فقط ما داریم. ما عرض میکنم بگم اینا خب اشغال میکنن، این بخشی از ظرفیت های در کشور وجود داره باید برای اتباع خدمت شما ایرانی در نظر گرفته بشه، خب طبیعتا اونها اشغال میکنن. این معنیش نیست که مثلا فرض کن ما مخالف دادان افغانمون هستیم یا مثلا مشکلی با آنها، اینا همسایه ما هستن و خدمتشون هست کنم، احترامشون هم در جای خودش سالیان و سال میزبانی کردیم، از این به بعد هم با شرایطی قطعا کشور میزبانی خواهد کرد، اما نه به شکلی که الان وجود داره و خدمتشون هست کنم که به شکلی گسترده بیان در کشور هم رسوب کنن و بمونن و بر نگردن به کشور خودشون و فرصتهای شغلی و فرصتهای اقتصادی و مطالب دیگر رو اشغال بکنن و به هر ترتیب امنیت ملی خدای میکرده در قوارد. درسته، پس ان شاءالله باید منتظر ساماندهی اینو به صورت قانونی باشه. ان شاءالله عرض میکنم بخیر، این اراده در مجلس و در دولت به نظرم وجود داره برای ساماندهی اتباع خارجی. حالا دوستان ما در کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی بیشتر روی این موضوع